قسم به شبهای دهگانه، شبهای ماهی ذوالحجه. از فضل الله سبحانه و تعالی به بندگانش این است که برای طاعت و عبادت او تعالی موسم های پدید آورده است که در آن حسنات و اجر و ثواب زیاد می گردد. آنان در آن روزها با هم مسابقه می کنند تا به پروردگارشان نزدیک شوند. یکی از این موسم های با فضیلت ده شب اول ماه ذوالحجه است. این آن چیز است که الله سبحانه و تعالی فضل و کرم خود را به آن شبها گذاشته است تا در این شبها بندگان را اکرام کرده شود. در این ده روز، روز ترویه، روز عرفه و روز عید قربان است و این دهه در نزد الله سبحانه و تعالی اهمیت بزرگ دارد که الله سبحانه و تعالی قسم خورده چنون فرموده است: قسم به صبح و قسم به شبهای دهگانه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که این روزها، یعنی ده روز اول ذوالحجه، از افضلترین روزهای دنیا است. ابو عثمان نهدی میگوید صحابگان سه دهه را بزرگ میدانستند: دهه آخر ماه رمضان، دهه اول ماه ذوالحجه و دهه اول ماه محرم. پس ما باید این روزها را چگونه استقبال بگیریم؟ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ روزی نیست که عملهای صالح آن در نزد الله سبحانه و تعالی محبوبتر از این روزها باشد، یعنی دهه ماه ذوالحجه. گفتند: ای رسول الله، و حتی جهاد در راه الله؟ فرمودند: و نه جهاد در راه الله سبحانه و تعالی مگر اینکه مرد با جان و مالش در راه الله از خانه بیرون بشود و هیچ یک از اینها را بر نگرداند. حدیث با روایت امام بخاری و ابو داود. و عمل صالح شامل عبادت های گوناگون است. از جمله این عبادت ها روزه داشتن، نماز خواندن، حج کردن، ذکر، تکبیر، تلاوت قرآن و نفقه و همه عمل های نیک و غیره ها. پس آن چیزهایی که در این روزها تأکید شده است: یکم، روزه گرفتن این روزها مگر روز دهم ذوالحجه. از بعضی همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم روز نهم ذوالحجه را روزه می گرفتند، خصوصا روزه روز عرفه که کفارت دو ساله گناهان است و اینچنین ذکر الله سبحانه و تعالی و تکبیر گفتن در این روزها. الله سبحانه و تعالی در قرآن دهه اول ذوالحجه را ذکر کرده است و بزرگترین کارهای نیک شما که باید در این دهه انجام داده شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حج قبول پاداش ندارد مگر جنت. و از جمله عملهای نیک در این روزها قربانی است که هر کسی می خواهد در روز عید قربانی کند. پس باید از آغاز ماه ذوالحجه از موی و ناخن خود نگیرد.